دوازده روز بحث و جدل جهانی برای نجات آب و هوای جهان امروز تمام می شود. نمایندگان بیش از 190 کشور در لیما پایتخت پرو دور هم جمع شدند تا مقدمات یک توافق برای کاهش تولید اکسیدهای کربن در نشست سال آینده پاریس را فراهم کنند. اما مذاکرات به کندی پیش رفته و شانس توافق در آخرین روز کم به نظر می رسد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از همه کشورها خواست که دیگر جر و بحث نکنند و فرصت را از دست ندهند. مطمئن باشید که اگر به نتیجه نرسیم نسل‌های آینده کسانی را که این فرصت را نادیده گرفتند نخواهند بخشید. نباید هم ببخشند. استدلالمان هر چه باشد نسل‌های آینده به ناکامی ما نه به عنوان شکست یک سیاست بلکه به عنوان یک شکست بزرگ اخلاقی با پیامدهای تاریخی خواهند نگریست. آقای کری گفت همه مسئولیت دارند چون مجموع اکسیدهای کربن تولید شده اهمیت دارد نه سهم تک تک کشورها. کشورهای ثروتمند می‌خواهند کشورهای بیشتری مسئولیت کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای را به عهده بگیرند ولی با درخواست کشورهای در حال توسعه که کمک مالی خواستند مخالفند. از نمایندگان کشورها خواسته شده برنامه‌های خود را برای کاهش تولید گازهای آلاینده محیط زیست تا پایان ماه مارس آینده یعنی 3.5 ماه دیگر ارائه کنند. اما بسیاری از کشورها وقت بیشتری خواستند تا جواب بدهند. تا به حال فقط چین، آمریکا و اتحادیه اروپا برنامه‌های زمانی مشخص برای کاهش گازهای آلاینده جو زمین ارائه کردند. بعضی از گزارش‌های علمی حکایت از این دارد که اثر این آلاینده‌ها همین حالا هم در تغییرات آب و هوایی مشهود است، از جمله بالا آمدن سطح آب دریاها، افزایش گرما، سیل و خشکسالی. و اگر تولید آلاینده‌ها مهار نشود، وضع ممکن است به مراتب بدتر شود. مجید خیام‌دار، BBC.